هزاران درود میفرستم خدمت بینندگان محترم و همیشه همراه ما. ما امروز بسیار خرسندیم که بار دیگه در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در قالب برنامه دریچه به روی آگاهی به حضور گرم یکایک شما عزیزان اومدیم. امروز ما باز هم بسیار خرسندیم که میزبان دو مهمان بسیار محترم هستیم. جناب آقای جهانگیر گلزار، تحلیلگر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر. بانو سپیده پورآقایی، فعال سیاسی و مدیر مجموعه شهروند. اول قبل از اینکه من صحبتام رو بخوام ادامه بدم، تقاضا داریم از مهمانان محترممون که یک سلام و احوالپرسی با بینندگان عزیز داشته باشن. جناب آقای گلزار در خدمتتون هستیم. سلام دارم خدمت بینندگان محترم و هموطنان عزیز و گرامی. بسیار متشکریم بانو پور آقای محترم. درود میفرستم به شما آقای تفکری و همه بینندگانتون که امروز قرار فرصت کوتاهی صحبت کنیم در مورد موضوعاتی که به هر حال برای مجموعه شما مهم هست و امیدوارم که گفتگوی خوبی بشه. بسیار متشکرم. خب طبق معمول تمامی میزگردها که هدفی رو دنبال میکنن و سعی میکنن مناسب با افکاری که در اون هدف موج میزنه قدم بردارن، و ما هم از این هدف پیروی میکنیم و بیدرنگ به سراغ عنوان برنامه خود میشه. عنوانی که چه در گذشته و چه در آینده باعث تأفلات بسیاری در دنیا و به خصوص در کشور عزیزمون ایران شد و خواهد شد. بله، زبان قدرت و زبان آزادی و ویژگی های به خصوص و تخصصی این زبان. خدمت رو عرض کنم که به نظر بنده چون که این مبحث بسیار شاید بخواد طولانی باشه و بسیار تخصصی هستش، بنده در ابتدای کار سعی میکنم که زیاد بینندگان همیشه همراهمون منتظر نذارم و باز هم بیدرنگ به سراغ اصل مطلب و سوالاتمون در این خصوص برم. اولین سوالی که در نظر گرفتیم من اینطور مطرح میکنم که آیا انسان ها باید بر اساس زبان قدرت با یکدیگه صحبت بکنن یا بر اساس زبان حقوق؟ جناب آقای گلزار بفرمایید، در خدمت هستم. اگه اجازه بفرمایید خانم پور آقایی صحبت رو شروع کنم. من در خدمت عرض کردم. بله، خیلی عزیز. خانم پور آقایی در خدمت هستم. ببینید، در درجه اول من سعی میکنم که برداشت رو از واژه حقوق و قدرت بیان کنم. من در این پاسخ خودم حقوق رو به معنای قانون و اون چیزی که شما مطرح کردین، قدرت رو به مساوی زور در نظر میگیرم. ببینید، به طور مشخص در جوامعی که در اونها حاکمیت قانون برقرار هست و چرخش قدرت وجود داره و همچنین تفکیک قوای سگانه، رابطه بین شهروندان و حاکمیت بر اساس زور تعریف نمیشه و این چیزی هستش که به نظر من اون اختلاف اصلی بین یک جامعه قانونمدار و یک رژیم بیقانون و فاقد هر گونه رابطه با ملت هست، از طرق انتخابات و چرخش آزاد قدرت. ببینید، تو یک جامعه ای که قانون برقراره و شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار هستند، همیشه کانال هایی هستش برای اینکه امکان رسوندن مطالبات و خواسته های خودشون رو مردم به قدرت داشته باشن، از به واسطه مجاری قانونی و به خصوص قوه قضاییه مستقل و همینطور به واسطه نهادهای مدنی شامل احزاب هستن، NGO ها هستن و همچنین روزنامه ها. به همین خاطر شما میبینید که همیشه امکان تغییر و اصلاح در جوامعی که مردم امکان این رو دارن که بدون توسل به خشونت
مطالبات خودشون رو بیان کنن و به گوش دولت مردا برسونن هستش. آنچه که من فکر میکنم خیلی کلیدی هست این هستش که در یک جامعه دموکرات و قانون من همیشه امید به اجرای عدالت وجود داره و همین امید باعث میشه که در بسیاری از موارد حتی اگر قانون نقص داشته باشه یا در مواردی حقوق اقلیت‌های مذهبی حالا قومی یا جنسیتی رو در نظر نگیره این فضا و امکان وجود داره که شهروندان بتونن از طریق کارزارهای مدنی، بسیج افکار عمومی و حالا هر روشی که غیر خشونت آمیز باشه به مطالبات خودشون دست پیدا کنن و حداقل امید به تغییر رو داشته باشن. البته این به معنای نیستش که امکان حضور در عرصه‌های عمومی رو ندارن. به هر حال حتی در خیابان‌ها هم مردم میتونن زمانی که احساس کنن نیاز هست که به طور اوریانتر و بیواسطه تر با دولت مداران و سیاست مداران صحبت بکنن در خیابان هم حضور پیدا میکنن بدون اینکه ترس داشته باشن از شکنجه و از سرکوب. این مسئله هستش که به نظر من باید مورد توجه قرار بگیره و اونم اینه که ممکنه در یک سری از جامعه که غیر دموکراتیک هم باشن حالا به هر شکل اگر حاکم فردی منصف باشه و اصلاحگر باشه یک سری از تغییرات اجتماعی و اقتصادی به واسطه اون اراده خودش در جامعه انجام بشه، مثل امروز که ما میبینیم مثلا در عربستان خب یک جامعه یک حاکمیت غیر دموکراتیک وجود داره، انتخابات آزاد وجود نداره، چرخش آزادانه قدرت وجود نداره، حتی میشه گفت تفکیک قوا وجود نداره به اون شکل و اون قوه قضاییه همچنان وامدار قدرت هست، اما یک سری از تغییرات داره انجام میده. مسئله اینه که به محض اینکه آن سلطان و آن حاکمی که ممکنه فردی بر حسب دست روزگار اصلاحگر باشه، اگر اون فرد یک تبدیل بشه به یک فرد حالا افراطی یا کسی جایگزینش باشه که حالا اهل تغییر نباشه، اهل اصلاح نباشه و یک فرد مستبد و به هر حال مرتجع باشه، تمام اون تغییرات و اصلاحات ممکنه در عرض یک مدت کوتاهی متوقف بشه و اون دستاوردها همه از بین بره. به همین دلیل هستش که ما میتونیم بگیم شرط اول یک ارتباط قانونمند بین شهروند و حاکم به جای اعمال زور و خشونت این هستش که یک جامعه دموکراتیک باشه، به طور مستمر امکان اصلاحات و تغییر حتی در صورت جابجایی قدرت‌ها و جابجایی دولت مداران وجود داشته باشه. بسیار متشکریم از نقطه نظر شما. البته بنده در مورد مثال عربستان و آقای بن سلمان نظر شخصی خودمه که معتقدم هر حاکمی که میخواد یک نفر رو جایگزین خودش بکنه، جانشین خودش بکنه، میاد انقدر سخت میگیره که بعدن اون نفر که میاد اون سختی ها رو برمیداره میگه خدا پدرشو بیامرزه بچه آدمه خوبی هست. جناب آقای گلزار، مشتاقانه منتظر شنیدن بیانات شما هستم. خدمتتون عرض کنم چون موضوع زبان آزادی است و زبان قدرت، این برمیگرده به اینکه جامعه چگونه در عدم خشونت زندگی کنه. الان گفتگویی که ما میکنیم استفاده از یه سری کلمات میکنیم، یا این کلمات بنمایه قدرت دارن، یعنی به گفته سرکار خانم مساوی است با زور و خشونت، یا اینکه بر اساس دفاع از حقوق است، یعنی برخوردار شدن از حقوق. پس اونجا دیگه جایی از خشونت درش نیست چون ما با حقوق برخورد میکنیم. حقوق به عنوان حقوق اینکه انسان ذاتی داره، نه حقوق موضوعی که مثلا میرن در قوه قضاییه یک سری قوانین میذارن. چون اگر بگوییم که همه قوانین خوب هستن، انسان ها باید بر اساس قوانین زندگی کنن، که روش درستی نیست، چون که امکان داره اون قانونی که گذاشته میشه بنمایه فکرش که اون قانون رو گذاشتن برای اینکه انسان ها رو مطیع قدرت بکنه، مطیع حکومتی بکنه که استبداد رو حاکم کرده. پس بنابراین
هر مطیع بودنی از قانون دلیل این نیست که نتیجهش رسیدن به آزادی است، نتیجهش رسیدن به استقلال و آزادی فردی و اجتماعی است. اما در جوامع، نه فقط در جامعه ما، در اکثریت جوامع در طول تاریخ، کلمه هایی که اون ذهنیت حاکم بر اون کلمه یا بنمایه فکری اون کلمه، اینها آزادی خواهی بوده، اینها استقلال طلبی بوده، اینها حقوق مداری بوده، اینها رو برداشتن تغییر دادن. مثلا حالا فکر کنید پیشنهاد داده شد اقتصاد تولید محور، تمام ضوابطش رو هم ما پیشنهاد کردیم که چگونه باید باشه. بعد از یه مدت خیلی کوتاه آقای خامنه ای اومده گفته اقتصاد مقاومتی، تقریبا همون محتوا رو گرفته از محتوای تولید محوری خالیش کرده، اون اقتصاد رو متناسب با قدرت تعریف کرده. حالا این که در بچه سیاسیش که این رو مرتب انجام میده. شما نگاه کنید مثلا پدر و مادر، پدر و مادر دو شخصیتی هستن که با هم در عشق یه مجموعه درست میکنن که در خدمت، اگر فرزند پیدا کنن، در خدمت فرزندان باشن که این فرزندان در حقوق مداری استعدادهای خود رو رشد بدن. حالا تبدیل به چی شده در طول زمان؟ پدر نانآور خانه هست و تعیین تکلیف کن هست، فرزندان هم باید از پدر بترسن. مادر چه نقشی پیدا کرده؟ مادر نقشش اینه که تو خونه باید بپزه، چه میدونم، بشوره، تمیز کنه، در خدمت خانواده باشه. مثلا نقش اصلیش از دست داده. درسته؟ حالا برگردیم سر کلمات دیگه. عدالت به چه شکلی معنی میشه؟ میگه آقا اگه من زور دارم، عدالت پشتیبان منه. آقا ما قدرتی نداریم، ما درآمدی نداریم که کسی از ما دفاع بکنه. عدالت خواهی در ردیف قرار گرفته در زبان عامیانه مردم با هر کسی که امکانات بیشتری داشته باشه عدالت از او دفاع میکنه. پس عدالت مساوی با قدرت معنی میشه در جامعه. مصلحت چیه؟ اصلا کلمه مصلحت یک کلمه خودساخته است، به تناسب قدرت ازش استفاده میشه. ما یا یه حق داریم یا حق نداریم. الان من با شما دارم گفتگو میکنم از کلماتی که استفاده میکنم. یا این کلمات و این گفتگو و این طرز تفکر من حقه یا حق نیست، یعنی درش خشونت نیست، عدالت برش حاکم هست و غیره، یا نیست. اون مصلحت این وسط چه کاره؟ میگه این کار را کردم چون مصلحت میگو. حالا ما در کشور خودمون که یه مصلحت نظام داریم، یعنی هر کاری که بشود که دیگه، حالا رهبری که من اعتقاد به رهبری ندارم، مثلا از او تایید بکنن، همه میره تو مجلس مصلحت نظام، اونا میگوین آیا به مصلحت نظام هست یا نه. یعنی چه مصلحت در کلش؟ یعنی من به ظاهر نشون میدم دارم از حقوق دفاع میکنم، در باطن دارم از قدرت دفاع میکنم، یعنی مردم رو گول میزنم. حالا کلمات دیگه هست، مثلا میگن انسان ها ولی یکدیگرن، یعنی دوست و یار و همکار دیگرن. الان شما برید در ایران بگید من ولی شما هستم، میگن آقا این حرفا رو نزن، فوش نده. چرا؟ چون ولی و ولایت که من یار و همیار شما هستم در دوستی و در مهر و محبت، تبدیل شده که یه شخصی به نام ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بستبیت پیدا کرده. خب اینها مجموعه که نگاه میکنیم میبینیم که این کلمات، حالا کلمات خاصی هست که استقلال و آزادی، که من باید مستقل باشم در گرفتن تصمیم و آزاد باشم در انتخاب نوع تصمیم خود، و این هیچ گونه حدی هم نداره. من باید کاملا مستقل و کاملا آزاد در تعریف شخصیش. حالا تو جامعه ما اصلا کسی به تعریف شخصش حرف میزنه؟ نه. استقلال رو به این معنی میکنن که در ایران باید یه دیوار دورش کشید و دیگه جهان شدی یک جهان بزرگ، همه کشورها با هم رابطه دارن، دیواری وجود ندارد. به این معنی میشه آزادی، یعنی بی‌بندوباری شده. اصلا آزادی به این که من خلاق هستم، من هستم که فعال هستم. حالا آقای خمینی میگه مثلا ما برای اسلام هستیم. نه آقا، اسلام هر دینی، هر مرامی، هر عقیدهی برای انسان است. من انتخابگر دین، عقیده و مرامی رو انتخاب میکنم که با او بتوانم زندگی خودم رو سامان بدهم.
عکسش که نیست، ولی شما وقتی که نگاه میکنن میگن فکر جمعی جبار، یعنی بعضی فکرها هست که اینها در حقیقت اصلش جبره، اصلش خشونته، ولی اینقدر تکرار میشه، اینقدر تکرار میشه، اینقدر تکرار میشه که آدمها خیال میکنن نه این کاملا حرف درستی است، ریشش حرف خوبی است، این یه حرفیه که همه میزنن، پس بنابراین همم میپذیرن. سانسور این شکلی به وجود میاد، با تکرار بیش از حد یک حرفی که حق نیست، دروغ است، ناسزاست و غیره، بهتان است، و این یواش یواش تو جامعه ذهنیت پیدا میکنه و حاکم میشه. اون چیزی رو که باید تغییر داد، یکی از وظایف جامعه مدنی همینه که بیاد اون کلمات واژه‌هایی که از حق خالی شده و از زور پر شده و تو جامعه مرسوم شده، اینا رو برش کردن سر جای اولش. یعنی آدم‌ها بتونن، انسان‌ها بتونن در محیط زندگی که حرف می‌زنن با کلمات و روابطی صحبت بکنن که اینا از زور خالیه. از چی پره؟ از حقوق پره. اون سوالی که شما کردید، رابطه‌ها باید رابطه حق با حق بشه. حق با حق، یه موقع من هر رابطه‌ای که بخوام با هر کسی برقرار کنم باید با اون گفتگو کنم، و این گفتگویی که با هم میکنیم باید ویژگی‌های حق برش حاکم باشه. باید نه من فقط تنها از حقوق خود برخوردار بشم، این حق برخورداری برای سرکار خانم و شما آقای تفکری قائل باشم. اگر قائل بودم همونقدر من حق دارم رشد کنم که شما رشد کنید، همونقدر من حق دارم عشق ورزی کنم که شما عشق ورزی کنید، همونقدر من حق دارم دوستی با دیگران داشته باشم که شما، برای کار هم همینطوره، بهداشتم همینطوره، روح و روانم همینطوره. پس یک مجموعه میشه که روابط انسانی چه در زبان و چه در عمل. حالا ما در فرهنگ فارسی داریم که میگیم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. یعنی انسان نیک میاندیشد، نیک صحبت میکنه و نیک عمل میکنه. اگه عمل نکنه که فایده نداره. اگر این رابطه برقرار شد و در فرهنگ ایرانی ماندگار شده، حالا چند هزار سال پیش گفتن، در طول زمان که نگاه کنه میبینیم اینها، این واژه ها ماندگار شده. چرا؟ برای که باید روابط رو از خشونت آزاد کرد. متاسفانه همونطور که سرکار خانم هم به خوبی توضیح دادن، در ایرانی که امروز ما داریم استبدادی بر ما حاکمه که این استبداد به فراخور نیازی که داره تمام روابطی که به اساسش باید بر حقوق باشه رو، یا اکثریت روابط رو، سعی میکنه از حقوق خالی کنه، با خشونت و استبداد خودش پر کرده. هر دورم که میگذره غیر قابل اصلاحه. من اعتقاد دارم استبدادها غیر قابل اصلاح هستن. حالا اصلاح رو شما چی میگیرید؟ یه موقع میگید مثلا اداره آموز پرورش ما باید چنین و چنان بکنه، حالا یه کاری هم کردن. نه، اینکه هر انسانی باید توانا باشه که از استعدادهای خودش برخوردار بشه و اونها رشد بده، این یک نوع آموزش پرورشه. یکی این که میگیم نه شهریه نگیره، این دوتا چیزه، درسته؟ اون شهریه نگیره یه چیز بسیار ساده است. اون که آموزش پرورش در خدمت انسان باشه تا انسان رشد کنه، نه در خدمت قدرت حاکم، این دوتا تفکر مختلف. و بدین خاطر اصلاحات در چارچوب استبداد غیر ممکنه. اگر انقلابی میشه در یک کشور، برای که این زمینه هایی که مانع برخوردار شدن انسان ها از حقوق هستن، اینها رو ممکن کنه، یعنی در حقیقت تغییر ساختار فکری بده. حالا ما نباید منتظر باشیم که از لحاظ سیاسی اول از همه استبداد برود، دموکراسی حاکم بشه. اون بخشی که جامعه مدنی میتونه انجام بده رو که از امروز میتونه انجام بده، اینو به فردا نمیشه انداخت. چون که زبان استبداد زبان ابهام است، زبانی که در آینده من به عدالت خواهم رسیدن است، نه زبان آزادی اینه که من هر لحظه میتونم با حقوق خود عمل کنم، من هر لحظه میتوانم بدون خشونت در روابط خانوادگی خودم امکانات رو ممکن کنم و در حقیقت تحول رو اول از خودم شروع کنم. اگر تحول رو از خودم شروع کردم، میتونم این تحول رو به دیگران هم انتقال بدم. امیدوار هستم که پاسخ داده باشم. بسیار متشکریم از صحبت‌های شیوای شما جناب گلزار و شیرین شما آدم. اصلا نمیشه. در قسمتی از صحبت‌هاشون جناب گلزار اشاره کردن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. باید یادی کنیم یه مجمعی هم داریم به نام شورای نگهبان
که تاییدیه صلاحیت میده و البته قبلش کاغذ ها رو میفرسته که آقای رهبر بازدید بکنن. یه شورایی داریم به نام مجلس خبرگان که اصلا کارش نظارت بر عملکرد رهبره، ولی قبلش کاغذای عملکرد رهبر رو میدن خودشون ببینن. و یه دونه مصلحت نظام داریم که هر کسی که از هر قسمتی کارش رو تموم میکنه و دیگه مسئول نیست، دیگه نمیتونه اونجا مسئول باشه، میذارنش اونجا. یعنی این تشخیص من مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران رو عین موزه آثار باستانی میبینم. شما هر شخصی که در چندین سال قبل اونجا بوده و همینطور اشاره کردن به آموزش و پرورش، یادی کنیم از اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دیگه بازگوش نمیخوایم بکنیم چون خیلی ناراحت کننده است، و وضعیت اسفناک دانش آموزان، وضعیت تحصیلی و جنبش معلم. بسیار متشکریم از شما، از نقطه نظراتتون در این مورد. خب ما بیشتر از این سعی میکنم که صحبتامو طولانی نکنم و بدون وقفه میرم به سراغ سوال دوم برنامه. سوال دوم رو اینطور مطرح میکنم که آیا در مورد آینده کشور ایران و افکار دولت جمهوری اسلامی ایران زبان قدرت بیشتر کاری داره و یا زبان حقوق؟ خب بانو پور آقایی در خدمتون هستیم، بفرمایید. من البته میخوام مشخص کنم ببینم آیا شما در مورد آینده ای صحبت میکنید که هنوز نیامده یا در چارچوب شرط فعلی؟ یعنی این خیلی این مهم هستش که نه، منظور من اینه که بانو پور آقایی، نظام جمهوری اسلامی شما میگه اصلاح میشه یا باید بره کنار؟ قدرت باید بیاد صحبت بکنه یا مسئله حقوقی؟ قدرتی که فلان کشور ازش سوال صحبت میکنه یا اگر شما توافقم بکنید من میام کار خودم میکنم، یا اینکه نه این مذاکرات به قول معروف میشه گفتش که رفت آمدهای سیاحتی این دستاندرکاران جمهوری اسلامی به وین میتونه کارساز باشه، یا اینکه در خدمتتون هستم. ببینید من تلاش میکنم که خیلی توی چارچوب کلیتر وضعیت رو ببینم، و اون چی که داریم ما میبینیم بر اساس حالا تمام شواهد و قرائن که امروز حالا به واسطه رسانه ها و شبکه اجتماعی امکان رصد برای ما خیلی راحت تر میشه گفت هستش، اونه که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ نرم افزاری سرنگون شده و سقوط کرده. این یک واقعیتی که به وضوح ما داریم میبینیم. یعنی همین مراسمی که توی 22 بهمن دید اینها برگزار کردن، بر نظر من یک محک واقعی میتونه باشه از جایگاه جمهوری اسلامی در آخرین وضعیت خودش. و شما میبینید که چقدر فاجعه بار هست، یعنی اون جمعیتی که اینها، حالا شما فکرشو بکنید، با اون همه پروپاگاندا و با اون همه تبلیغات و با اون همه هزینه سعی میکنن به خیابون بکشونن، میبینید که حتی دیگه اون طرفدارهای خودشون که توی نهادهای نظامی مثل سپاه، مثل ارتش، مثل بنیادها، مثل ارگانها سعی میکردن اونها رو حداقل پابرکاب خودشون نگه دارن، اما شرایط طور شده که حتی امکان سازماندهی کردن اونها رو حتی با وجود میلیاردها میلیارد هزینه که در اختیارشون هست ندارن. و این نشون میده که به نظر من جمهوری اسلامی به لحاظ نرم افزاری سقوط کرده، و دلایلش هم این شرایطی هستش که
خود یک حاکمیت استبدادی تولید و بازتولید میکنه که در نتیجه فساد گسترده، سرکوب سیستماتیک و بریدن کامل از مردم از نتایجش هستش. همه اینها دست به دست هم میده که لایه‌های مختلف و پایگاه اجتماعیش رو روز به روز از دست بده. خب ما تا در سال 88 بخش بزرگی از پایگاه اجتماعیش که قشر متوسط فرهنگی بودن از دست رفت به واسطه کودتا انتخاباتی و بعد از اون به دلیل اون رویدادها و سرکوبها و کشتارهایی که انجام داد در دیماه 96، در آبان 98، آن تتمه پایگاهی هم که در بین حالا اقشار فرودست داشت یا حتی اون قشر سنتی داشت در حاشیه شهرها و به بین مردمی که فکر میکردن تحت یک حاکمیت حالا مثلا سنتی و اسلامی زندگی میکنن، این پایگاه هم فرو ریخته و به همین خاطر هستش که ما امروز میبینید با وجود افشای فسادهای گسترده از یک ارگان نظامی امنیتی و سرکوبگر مثل سپاه که تقریبا میشه گفتش که با مدارک و شواهدی که خودشون دارن عرضه میکنن، خودشون دارن منتشر میکنن، هیچ شکی در وضعیت به هر حال مافیاییش باقی نمونده. اما شما میبینید که باز هم رهبر جمهوری اسلامی تلاش داره که به هر شکلی شده مانع هر گونه تحقیق و تفحص و پاسخگو کردن تمام اون فرماندهان نظامی و مقامات حکومتی بشه که دست‌های دراز و بی‌انتهایی در فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی دارن. چرا؟ به دلیل اینکه خامنه‌ای و حاکمیت خیلی خوب میدونه که امکان دیگه بسیج عمومی رو نداره، پشتیبانی افکار عمومی رو از دست داده، به همین خاطر همون حلقه بسته فاسد و سرکوبگر قدرت چه در اون نهادهای سیاسی چه در نهاد نظامیش که به طور خاص سپاه باشه، به جز اون امکان دیگه برای حفظ خودش نداره. یعنی در بین جمهوری اسلامی و شهروندان ایران امروز فقط یک دیوار دفاعی برای حکومت هست، یک دیوار سخت افزاری هست و نه نرم افزاری، و اون هم دستگاه سرکوب و کشتارش هست. و این به نظر من آخرین مرحله از یک حکومتی هستش که به هر شکلی تصمیم گرفته در قدرت باقی بمونه و دیگه رابطه بین حاکمیت و مردم به واسطه حالا اون تئوری‌های سیاسی یا به واسطه قانون وجود نداره، چون مردم خودشون رو قربانی و رعیت میدونن و حاکمیت خودش رو ارباب و سلطان میدونه که به هر شکل باید این رعیت رو کنترل کنه، مهار کنه و اجازه کوچکترین تحرک و جنبش رو ازش گرفته. و من معتقدم که این مدت کوتاه سپری خواهد شد، بدون شک ممکنه هزینه داشته باشه، بدون شک ممکنه دردآور باشه، اما به نظر من هیچ گریزی ازش نیست. این دوران، این زمان، حالا ممکنه به شکل‌های مختلف، به فرم‌های مختلف، میتونه انقلاب باشه، میتونه یک فروپاشی باشه، به هر شکل که شما در حال تاریخ شاهدش بودید، این حکومت به نظر من در میان مدت، حالا شاید نگیم کوتاه مدت، در میان مدت حتی به لحاظ سخت افزاری هم فرو خواهد پاشید. و من معتقدم به واسطه اون تجربه‌ای که مردم ایران از 43 سال حاکمیت ایدئولوژیک دارن، به واسطه تجربه تاریخی که از انقلاب مشروطه دارن، به واسطه اون مطالباتی که دهه هاست به دنبالش هستن، بدون شک میتونن یک آینده دموکراتیک رو برای ایران رقم بزنن. ببینید، ما در ایران خوشبختانه همیشه امکانی رو داشتیم که در مورد شکاف هایی که وجود داره و حتی از طرف حاکمیت تشدید شده، شکاف نسلی، شکاف جنسیتی، حتی شکاف‌های قومی، شکاف‌های مذهبی، به خاطر اون حالا حافظه تاریخی مشترکی داریم و اون زیست مشترک تاریخی چند هزار ساله‌ای که داریم،
هیچ وقت نیازی نباشه که دست به خشونت بزنیم، بلکه همیشه مردم ایران خودشون تونستن از طریق گفتگو و از طریق تعامل این شکاف ها رو پر کنن، حل کنن، بدون اینکه منجر به حالا برخورد ها و خشونت بشه. شما نگاه کنید الان آنچه که در افغانستان داره اتفاق میفته، متاسفانه این استش که به هر حال تسلط یک گروه خشن و وحشی و تروریست به نام طالبان بخشیش برمیگرده به اون شکاف های قومی و مذهبی که در جامعه چند پاره افغانستان وجود داشته و هنوز هم وجود داره. اما من فکر میکنم که همه شواهد و همه قرائن نشون میده که جامعه ایران با توجه به اون بنیه‌ای که داره، به لحاظ منابع انسانی، به لحاظ به حال نخبگانی که داره، به واسطه تجربه تلخی که در بیش از 4 دهه پشت سر گذاشته و تونسته یک سری ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک رو بپذیره، مبنی بر اینکه تفکیک قبا باید در حاکمیت آینده ایران وجود داشته باشه، مبنی بر اینکه دین باید، حوزه دین باید از حوزه سیاست جدا باشه، و این به نظر من دستاوردهای بزرگی هستش که ما رو به آینده ایران در و نوع حکومت بعدی و شرایط پس از جمهوری اسلامی امیدوار میکنه. من اطمینان دارم که نور و روشنایی در انتظار ایران هستش. البته اگر به هر حال اون نیروهایی که مخالف شرایط فعلی هستن، اون نیروهایی که به دنبال یک ساختار دموکراتیک برای آینده ایران هستن، بتونن از اون مطالبات حد اکثری خودشون عبور بکنن و اونها رو فعلا کنار بذارن تا ما بتونیم در یک بستر حد اقلی که بر اساس اصول حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک باشه، یک ساختار جدید حکمرانی رو برای ایران به وجود بیاریم. بسیار متشکرم از شما بانو پورآقای محترم. پس شما بر این عقیده وافشاری میکنید که آینده ایران با زبان حقوق و نه زبان زور، شاید کم که حالا یک سر اون زبان حقوق درد داشته باشه، اما میشه ترمیمش کرد. حالا یک سوال دیگه از شما، نظام قابل اصلاح یا رفتن؟ ببینید همونجور که تو اول صحبت هم گفتم، یک حد اقل‌هایی برای امید به اجرای عدالت و امید به اصلاح باید وجود داشته باشه در یک ساختار حاکمیت، و از همه مهمتر استقلال قوه قضایی است و ما در جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نداریم. یعنی اصلا ما نهادی به نام نهاد قضایی نداریم. آنچه که شاهدش هستیم مجموعه بروکراتیک، دیوان سالار از یک سری قضات هستن که این قضات به طور تقریبا میشه گفتش که 90%، حالا 10%شو میذاریم برای اون خشتی که به هر حال میشه گفت شاید از بر اساس وجدان خودشون و بر اساس اون به هر شکل انسانیتی که هنوز در وجودشون هست ممکنه تصمیمات عادلانه بگیرن حتی با وجود این قوانین فعلی. ولی واقعیت اینه که 90% دستگاه قضایی را و به خصوص رأس اون فاسد هست، وابسته به یک فردی هستش که خود اون فرد حلقه اطرافش رو افراد سرکوبگر و فاسد پر کردن، شخصی به نام خامنه‌ای و دستگاه قوه قضاییه هیچ گونه پاسخگویی نسبت به جامعه مدنی، نسبت به افکار عمومی و نسبت به حتی اون قانونی که خودشون تصویب کردن نداره. به همین خاطر من فکر می‌کنم که اگر شما ببینید در سیستم اجرایی و در سیستم حتی مقننه، یعنی قانونگذاری، به شرایطی بنابر ملاحظاتی حالا در یک دوره‌ای یک سری افراد وارد بشن که اونها نیت اصلاح داشته باشن، که اونها نیت تغییر داشته باشن، اما به واسطه نبود یک دستگاه قضایی مستقل، تمام این آرزوها، تمام این اراده ها میتونه نابود و خرد بشه. و همونجور که میدونید و دیدیم،
حتی بالاترین مقامات دستگاه اجرایی میتونن قربانی اون اراده فراقانونی و فراقضایی بشن به نام شخص رهبر، که میتونه هر زمان هر فرد رو که بخواد در هر نهادی تحت فشار بذاره، برای اینکه حتی همون قانون عادلانه اجرا نشه، برای اینکه مردم قربانی بشن، برای اینکه مخالفان سرکوب بشن، برای اینکه هیچ گونه تغییر و اصلاحی امکانش نباشه. به همین خاطر هستش که من گفتم شما ممکنه توی یک دوره مثلا توی جامعه قوانینی وجود داشته باشه که نژاد پرستانه باشه یا ضد اقلیت‌های جنسی باشه یا حتی ناقض برابری زن و مرد باشه، اما به دلیل اینکه این امکان هست که مردم بتونن به واسطه دستگاه قضایی این امید رو داشته باشن که مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، که یک پرونده رو به دادگاه بکشونن تا به واسطه اون حکم دستگاه قضایی مستقل امکان برآورده کردن اون خواسته خودشون رو داشته باشن، شما می‌بینید که نیازی به اسلحه گرفتن، نیازی به اعمال خشونت، نیازی به نمیدونم حالا تخریب یا سرنگونی کل سیستم نیست. اما در جمهوری اسلامی بارها و بارها این تلاش شده که مردم امکانی رو داشته باشن به واسطه رأی دادن، صندوق رأی یا تغییرات یا وارد کردن افرادی در سیستم قانونگذاری یا در سیستم اجرایی یک شرایط بهتری رو در سطوح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حالا فرهنگی ایجاد بکنن، اما همیشه با یک بنبست بزرگی به نام دستگاه قضایی و در رأس اون رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی مواجه شدن. به همین خاطر من فکر می‌کنم که امکان هیچ گونه تغییر و اصلاحی در چارچوب قانون اساسی فعلی و در چارچوب ساختار حاکمیت ایدئولوژیک که الان در ایران وجود نداره. بسیار متشکرم از شما. بانو پورآقایی یادی کردن از اصلاحات، یاد چند عزیز شعار دهنده در راه اصلاحات افتادم، جناب آقای خاتمی روحانی و آقای موسوی که بیشترین حکم زن ستیزانه در دهه اول انقلاب رو صادر کردن و حالا اومدن به سراغ نسل امروز و مشغول فریب دادن. جناب آقای گلزار در خدمتتون هستیم. بله، سوالی که شما مطرح کردید سوال به جایی است، از این بابت که در آینده ایران، آینده ایران نه در این نظام، آینده ایران بعد از این نظام، به نظر من سوال شماست که چه نوع زبانی رو باید استفاده کرد. بستگی داره اولا که جامعه چی میخواد. اگر جامعه خواهان این باشه که استبداد خامنه‌ای بره، استبداد یه نفر دیگه برش حاکم باشه، پس تغییر نمیخواد، جابجایی قدرت میخواد. اون موقع زبان قدرت زبان جذابیته، یعنی افراد جدیدی که میان ستون پایه های قدرت رو نگه میدارن، روی این ستون پایه های شکل جدید میذارن، واژه ها رو هم دوباره تغییر میدن و حاکم میشون بر ملت، تموم شده رو. این چیز جدیدی نیست، از قبل هم پادشاهان در ایران تا آخرین پادشاه هم قدرت خودشون رو از خداوند میگرفتن. شما وقتی نگاه کنید ببینید در انگلستان هم همینطوره، پادشاه قدرت خودش رو از کلیسا میگیره یا از خداوند مستقیم میگیره، بقیه پادشاه هم همینطور. هر مستبدی که میاد قدرتش رو از یه مافوق انسان میگیره که کسی نمیدونه چه شکلی اینو به این داده، ولی این به نام اون قدرت مافوق بر انسانها حاکم میشه. اما اگر بخوایم که ما جامعه رو آزاد بکنیم، آزاد و مستقل بکنیم، یک کشور رشدیاب داشته باشیم، پس بنابراین در چارچوبه نظام نمیمانیم، چرا که این نظام هر نوع امکان رشد، هر نوع امکان تحول رو بسته. نه اینکه این فقط بنده، تمام ویژگی استبدادها اینه که برای اینکه بتونن بر قدرت بمونن باید ببندن جامعه رو به شکلهای مختلف. حالا نگاه کنید آقای استالین یک طرز تفکر دیگه داشته، مارکسیست بوده، میگه به گفته خودش، البته ضد مارکسیست به عقیده من عمل میکرده، او هم همینطور رفتار میکنه، هیتلر هم همینطور، موسولینی هم همینطور، آقای خامنه‌ای و خمینی هم همینطور رفتار میکنه. یعنی جامعه رو میبنده، چون در جامعه باز استبداد نمیتونه ادامه حیات بده،
در جامعه بسته است. مثل که شما میگن که اگر توی محیطی برید که سرده، رطوبتش بالاست، این باشه اون باشه، امکان سرماخوردگیتون زیاده. اما اگه توی محیطی برید که اون امکانات نباشه، سرماخوردگی نیست. برای اینکه استبداد حاکم باشه، باید محیطی رو مناسب با خودش به وجود بیاره. پس بنابراین آن چیزی که باید تغییر کنه، زبان در حقیقت برنامه ریزی، زبان سیاسی، زبان علمی، زبان فرهنگی، باید تناسب پیدا بکنه با حقوق. پس جایی از قدرت دیگه درش نیست. خب حالا باید ببینیم چه شکلی این رو ما ممکن کنیم. اول اینکه من با گفتار خانم پور آقایی در بسیاری از موارد موافق هستم. ایشون یک واژه رو استفاده کرد که با ایشون توافق در این زمینه ندارم. ببینید، جدای دین، مرام، عقیده، در حقیقت مرام و دین در قانون اساسی وجود نداره، ولی در مدیریت کشور هر عقیده و مرامی میتونه نظر خودشو پخش کنه. پس جدای دین از سیاست نداریم، جدای بنیاد دینی از دولت داریم. این خیلی مهمه. جدای بنیاد دینی داریم، نه بنیاد دینی، بنیاد ایدئولوژیک هم حق نداره. حالا فردا ایران یه حزبی درست بشه بر اساس یک نظریه، حالا هر نظریه، بعد یه ادم بشن متولیش، اونا بخوان حاکم بشن، اونا حقی ندارن بر وطن ما. حق حاکمیت حق ملته. چون این حق حق اصلی است از لحاظ سیاسی، تمام قوانینی که میخواد متناسب با مدیریت کشور بشه بر اساس این حق اصلی است که باید تناسب با هم. حق حاکمیت آن ملت ایران، هر ملتی در حقیقت این حق حاکمیت داره. پس بنابراین در آینده ایران، برای اینکه یه زبان شفافی بشه و مردم بدونن با کی طرف هستن، باید یه قانون اساسی داشته باشیم که این قانون اساسی نه درش دین هست، نه درش ایدئولوژی هست. هرچه درش هست حقوقه، یعنی حقوق انسان، حقوق شهروندی انسانها، حقوق طبیعت، حقوق اقوام ایرانی که در اون کشور این کشور رو ممکن کردن به عنوان ملت، و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. انسان باید، یعنی این از این پنج دسته حقوق در اون قانون اساسی ما برخوردار باشه. بعد رابطه ها میشه رابطه حق با حق. اونطور که سرکار خانم گفتن به درستی، قوه قضاییه ما نه که از حالا، قبلا در خدمت قدرت عمل میکرده، حالا این رو باید از قدرت آزاد کرد. باید با کی آشتیش دا؟ با حقوق باید آشتیش بدی. پس یه قانون اساسی میخواهیم که اصولش حقوق باشه، نه فقط اون سی ماده حقوق باشه، بلکه در ابعاد مختلف باشه. حالا ما یک کتاب قانون اساسی پیشنهادی دادیم، 248 اصل آوردیم برای اصولی که حقوق در این پنج دسته باید وجود داشته باشه. خب اگر قوه قضاییه میخواهد قوانین رو بگذرونه، باید قوانین تناسب داشته باشه با اون قانون اساسی که همش حقوقه. اگر در مجلس میخواهند یک مثلا بگن بودجه رو تصویب کنن، این بودجه باید تناسب داشته باشه با حقوق انسان، با رشد جامعه، با عمران طبیعت. نمیتونن یه قانونی بذارن که امروز هر چقدر نفت داریم بسوزونیم گور پدر نسل‌های آینده. خب نمیشه این کارو کرد. باید یک قانون اساسی که میگذاریم اصولش از حقوق و در اونجا مثلا بخش اقتصادیش که از اقتصاد تولید محور متناسب با حقوق دفاع میکنه، در مجلس دفاع میکنن از حقوقی که شهروندان میخواهند از او برخوردار بشن به عنوان نماینده. دولت نماینده مردم هست در اجرای امور که باید رعایت حقوق کنه. اگر نکرد باید یقش چسبید. کی میچسبه؟ جامعه مدنی. جامعه مدنی به چه تناسبی میچسبه؟ بر اساس حقوق. جامعه مدنی نمیتونه بگه که چون من طرفدار فلان شخص و فلان شخص هستم ناروا میگم، اطلاعات ناصحیح میگم، در شفافیت صحبت نمی کنم. وظیفه جامعه مدنی در بخش روزنامه و به اصطلاح انتقال اطلاعات اینه که از حقوق باید دفاع کنه، بر اساس حقوق هم باید تحلیل کنه. حقوقی که منظور من حقوق موضوعی نیست که وضع میشه، حقوق انسان که ذاتی انسان است و حقوق طبیعت که ذاتی طبیعت است، حقوق شهروندی که ذاتی شهروندان هست و غیره. پس بنابراین اگر
در آینده میخواهیم ما دموکراسی داشته باشیم، نه اینکه از استبداد به استبداد برویم، باید یه زبان شفاف داشته باشیم و حقوق مداری اصل باشه. حالا یک تجمعاتی هم الان مرتب داره انجام میشه، مخصوصا معلمی. نگاه کنید سال 98 شعار اصلی در اونجا به نظر من شعار محوری بوده، بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن. یه شعار حق طلبی بوده، همم اینو مثلا جذبش می‌شدم. شعارهای دیگه هم خیلی داده شده، استقلال طلبی، آزادی خواهی، زندانی سیاسی آزاد باید گره، اینا مهم بوده. ولی اون حق طلبی بعد از 3 دهه یک دفعه می‌بینید یه شعار. شما از 88 که رأی من کو رسیدیم به حق من کو، خیلی تحوله. حالا معلمین میگه که معلم داد بزن حق تو فریاد بزن. این یه شعاری است خیلی عجیب. کنارش هم دفاع میکند از زندانی سیاسی، چه معلم باشه چه غیر معلم، که آزاد باید گردد. پس یک خواهان باز شدن فضای سیاسی است، فضای فرهنگی است، و اینکه حق طلبی هم داره. البته میگه خب معوقات من رو باید بدید، حقوقم کمه، من با این نمیتونم زندگی کنم. اینها در رابطه با حقوقه، یعنی حقوق انسان، انسانی که گرسنه است چه شکلی از حق حیات برخوردار بشه؟ خب معلومه که باید متناسب با کاری که میکنه اونقدر درآمد داشته باشه که بتونه یه زندگی کرامتمند داشته باشه. خب این حق هر انسانی است. پس اون فریاد معلمین الان رفته در راستای چی؟ حق طلبی. شما نگاه کنید چند ماه پیش چند تا دونه شهر شرکت کردن. این شنبه 72 شرکت، طبق اون هرانا که به اصطلاح گزارش داده، گفته 72 شهر در ایران در تجمعات معلمین شرکت کردن. پس یک تحولی هم شده. اگر این تحول، این بیان حق طلبیش که معلم 40 و چند سال هست که این رو هی توصیه میکنیم و مینویسیم و تحلیل میکنیم، زبان عمومی مردم بشه، خواهان این نیستن که کس دیگری برشون حاکم بشه، خواهان جمهوری شهروندان میشن. پس بنابراین قانون اساسی خودش رو میطلبه که مثلا ما پیشنهاد کردیم، و در تناسب با اون انسانهای پاک و صادقی رو میخواد که بتوانن مدیریت، نه برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به آزادی رو هدف خودشون داشته باشن. و این ممکن میشه. اما اگر که جامعه الان استبداد خامنه‌ای در ایران و عده‌ای در خارج، مثلا رضا شاه روحت شاد میگن، خب این چه تناسبی داره که چی؟ آقای خامنه‌ای میخواد بگه من تنها نیستم، یکم قبل از من بوده، اتفاقا من خیلی مقتدر هستم، خیلی هم اقتدار دارم. یعنی شما ببینید در ابهام میاره آزادی خواهی رو. نه، آزادی خواهی با انسان‌های الگو میتونن. مثلا در یه جنبش دانشجویی راجب مصدق راحت ادامه دارد میگه. راه مصدق چی بوده؟ استقلال طلبی، آزادی خواهی بوده، عدالت پروری بوده. اون راهش اونه که ادامه داره، به شخص کار ندارن، به اون طرز تفکر کار داره. خب نه، این باید تغییر بکنه. و تحول جامعه در بسیاری از بخش‌ها خیلی خوب پیش میره، هنوز اون همبستگی همه جا به وجود نیامده که همه با هم شعارهای واحدی بدن. البته خب هر تحولی در جامعه استبدادی زمان میطلبه، و امید داریم که جامعه مدنی با کوششی که میکنه و اقشار مختلف بتونن این همبستگی و اتحاد رو ممکن کنن. بسیار عالی جناب گلزار. یک سوال دیگه برای فقط من قبل از اینکه سوال بعدی مطرح کنید این سوء تفاهم برطرف کنم. ببینید اونجایی که در مورد جدای دین از سیاست صحبت کردم، دقیقاً منظورم جدای نهاد دین از نهاد سیاست بود. پس با شما کاملا هم نه، دقیقاً به خاطر اینکه بدون شک نه دین نه حالا بخش‌های دیگه فرهنگ در یک جامعه که میتونه حالا دین هم بخشی از اون باشه، نه اقتصاد و نه حالا اون مطالبات اجتماعی یا سبک زندگی، هیچ کدوم از سیاست جدا نیست. و ولی به طور مشخص من یک مثال بذارم براتون. ببینید الان در عراق فعلی، در پارلمان عراق هستن کسایی که مثلا تو لباس آخوندی هم اونجا نماینده مجلس هستن. وقتی ما از جدای نهاد دین از سیاست صحبت می‌کنیم، دقیقاً این اتفاق نباید توی ایران آینده بیفته. یعنی هیچ کس با لباسی که نماد یک مذهب باشه، نماد ایدئولوژی باشه، نماد فرقه باشه،
میخواد کلاه یهودی باشه، میخواد لباس کشیشی باشه، میخواد اون ردای زرتشتی باشه، میخواد عبا باشه، میخواد عمامه باشه، حق ورود به نهادهای قانونگذاری نداره. و این مفهوم جدایی نهاد دین از سیاست. آن چیزی که ما میبینیم مثلا به هنوز سوء راه اتفاق نیفتاده. و به نظر من برای آینده ایران حالا در قانون اساسی حتما باید چنین موردی در نظر گرفته بشه که دیگه امکان سلطه نهاد مذهب بر سیاست بازتکراری براش امکان بازتکرارش وجود نداشته باشه. اجازه میدم توضیح بدم حالا که شما این سوال زیاد طولش ندیم، یه سوال کوچک دیگه من از آقای گلزار دارم و به دلیل ضیق وقت بریم به سراغ سوال بعدی. بله، جدایی دین از سیاست یعنی این که وقتی که دین با خطوط سیاست میشه یه سری تقدس گرایی انجام میشه و مردم ما هم که پیش قراولن کلن، یعنی طرف تا میاد شروع کنیم بزرگش کنیم و بوتش کنیم و بعد هم دینه خراب میشه و هم سیاست. جناب گلزار، این سوال رو از حضورتون دارم، شما عقیده بر این دارید که نظام قابل اصلاح نیست و باید عوض بشه، به هر ریسمان سیاسفیدی نظام جمهوری اسلامی داره دست میزنه، الان باید چه کار کرد؟ حقوقی یا قدرتی برای گذروندن جمهوری اسلام؟ شما قدرت رو اول بگیم به چی میگید؟ اگر قدرت رو مثلا مردم داخل ما که قدرتی ندارن، شما اگر 57 رو هم در نظر بگیرید از خارج کمک شد تا اومدن و سلاح رسید و فلان، اون یه بحث دیگه است که 57 چه اتفاق افتاد، اون رو از لحاظ تاریخی توی موقعیت دیگه میتونیم بشه. ببینید یه سری اصول هست که اینها باید حاکم باشه بر جامعه. بگیریم یه سری احزاب هستن در حال حاضر میرن زد و بند میکنن با آمریکایی‌ها یا با اسرائیلیا یا عربستان سعودی. خب اینا چی میگن به ظاهر؟ میگن ما میخوایم در آینده ایران رفاه رو ممکن کنیم، آزادی رو ممکن کنیم، استقلال رو ممکن کنیم. خب اگر که من میگم که باید استقلال رو ممکن کنیم، باید امروز هم استقلال داشته باشم دیگه. اگه امروز استقلال نداشته باشم چه حرفی از استقلال میزنم؟ من امروز در استقلال باید عمل بکنم، بشوم کسی چون که عمل میکنه به دیگران توصیه کنم بره. من نمیتونم که برم بگم از عربستان سعودی پول میگیرم، امکانات میگیرم. عربستان سعودی که برای چشم ابروی آقایون بهشون پول نمیده که، میگه در مقابل کمکی که به شما میکنم شما باید در خدمت سیاست من عمل کنید. عیناً هم اسرائیل هم همین رو میگه، عیناً انگلیس و آمریکا هم همینه میگه. مثلا یه بودجه گذاشتن پارلمان و اینطوری نیست. بله کاملا اینطوری خانم، نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست. اجازه بده خانم، حالا شما بگید که کلی گفتن یکی از خطرهای به نظر من یه دیالوگ. نه خانم، برای که ببینید شما مثلا چون من خودم در این زمینه اطلاعات دقیقی دارم به شما میگم، به هیچ وجه چنین نیستش که در مورد اینکه شما لزوما باید رابطه مثلا چه میدونم یه گروه سیاسی یا یک رسانه با یک دولتی لزوماً رابطه این باشه که یک اون دولت خارجی بخواد شروطی بذاره برای مثلا آینده سیاسی ایران برای اینکه مثلا یه رسانه بده. نه، من یه مثال براتون بزنم و حالا امیدوارم که این چون خیلی پیش‌فرض خیلی خطرناکه، امیدوارم آقای تفکری در این زمینه حداقل از آقای گرزا برسن بگن اولا اسم ببرید چه گروهی، بعدم مصادیقشو بگید. ببینید خیلی وقتا شما ممکنه مثلا یک بودجه رو حالا یک دولتی در اختیار شما بذاره و شما بیاید به واسطه اون یک رسانه رو برقرار بکنید. اصلا اینطوری نیستش که مثلا یک نفر از اون بار این من شرط فعلی رو دارم میگم، حالا نمیدونم شاید مثلا 50 سال پیش اینطوری نبوده، 40 سال پیش اینجوری نبوده. اینجوری نیست مثلا الان مثلا پادشاه یا نمیدونم رئیس جمهور اون کشور یا دستگاه سیاست خارجیش بیان مثلا به شما بگن آقا جان در این رسانه‌ای که شما دارید خبر میدید یا محتوا تولید میکنید چه میدونم این خط قرمزها باید وجود داشته باشه. من حالا اسم نمیبرم ولی به طور مشخص گاهی وقتا ببینید یک رسانه به وجود میاد برای اینکه یک پلتفرم باشه، مثلا حالا صدای آمریکا میخواد باشه، نمیدونم حالا هر رسانه دیگه میخواد باشه. اینها
به عنوان نمونه میگن آقا شما برنامه‌تون رو تولید کنین، حتی فرضاً چه می‌دونم خیلی وقت محتوایی که تولید میشه ممکنه علیه اون دولت باشه و این چیزی که ما دیدیم خیلی وقتا. اما به عنوان نمونه یک سیاستمداری میخواد تو یک لحظه حساسی یا چه می‌دونم یک دولتی میخواد توی شرایطی با مردم یک کشور در ارتباط مستقیم باشه، میخواد مواضع خودش رو اعلام بکنه، میخواد امکان گفتگو داشته باشه، میخواد که در واقع بتونه از اون طریق مثلا پروپاگاندای چه میدونم جمهوری اسلامی یا اون رژیمی که باش متخاصم هست و خونسا بکنه. به همین خاطر ممکنه مثلا چه میدونم در سال میلیون ها دلار هم خرج بکنن که یه همچین پلتفرمی داشته باشن. حالا مثلا شما صدای آمریکا رو در نظر بگیرید، بدون خب بله صدای آمریکا یک رسانه هستش که بودجهش رو دولت آمریکا میده به طور مشخص، ولی اینکه شما فکر کنید مثلا الان در اساسنامه صدای آمریکا اومده که هیچ گونه مثلا چه میدونم محتوایی که مدل نمیدونم رئیس جمهور آمریکا رو میشکنه یا مثلا وزارت سیاست های وزارت خارجه آمریکا رو زیر سوال میبره، شما اینا رو اجرا هیچ گونه حق نده اجرا کنید، نه چنین چیزی نیستش. و بهتون بگم که این ذهنیت به قول معروف برداشت کلاسیک از رابطه حالا چه میدونم مخالفان سیاسی توی کشور با یک دولت خارجی را به واسطه رسانه اینا من داشتم توضیح میدادم، شما یکم حوصله میکردید بعد نبودم. کاملا مخالفم با صحبت های خانم پوراقایی و در ادامه حتما میگم، چون که شبکه‌هایی داریم که به اینه اعتراف میکنن که ما وصلیم به کجا. جناب گلزار در خدمت هست. ببینید مثلا بزنید لطفا آقای من تبلیغ برای شبکه خانم پور آقای شما مثالی هیچی نزدید، شما کلی یک مواردی رو میگید که صحت نداره. حالا من توضیح میدم نظر خودم. ببینید در سوئد، دولت سوئد میگه برای هر کشوری در زمینه فرهنگی امکان رادیو و تلویزیون در یه حد مثلا یک ساعت در هفته میدم. حتی مثل آلمان که مثلا کمک هزینه برای زندگی میده، میگه میتونیم یه کمک هزینه بدیم شما خودتون ادارش کنید. در راستای فرهنگی میگه هیچ کاری هم به مسئله سیاسی نداره. خب میگه خیلی ها در سوئد تو هر شهر بزرگ ببینید 4 تا 5 تا رادیو درست شد، از این امکان استفاده میکنه، چون یه امکانیه که دولت در اختیارشون میذاره. اوایلی که هم که شروع میکنم میبره، چون توی مرکزی اینطور که من اطلاع دارم میگه تو اینجا امکانات ضبط و همه چی هم هست، یه مرکزه، شما یه ساعت داری، شما 2 ساعت داری به استفاده کن. این فرق میکنه با سیاستی که مثلا وایس آف امریکا داره و این گذاشته این رسانه رو در جهت یک هدف مشخص، برای اینکه عاشق ملت ایران که نیست، که اون عاشق سیاست و به قول خودشون منافع خودشون هست. بی بی سی هم عیناً همین کارو میکنه. حالا از بی بی سی یه سیاست بی بی سی رو شما نگاه کنید، اصلا غیر از اصلاح طلب با کسی دیگه هم کار داره؟ میگوید این نظام بماند در چارچوب اصلاح طلب بماند که ما بتونیم به منافعمون برسیم، غیر از اون چیزی نمیخواد. حالا مثلا دولت آلمان میگه من یه موقع 5 میلیارد روابط اقتصادی داشتم با ایران، شده 2 میلیارد. با این 3 میلیارد خیلی بهش فشار میاره. درسته که 1000 میلیارد صادرات میکنه، برای هر 1 میلیاردی 100,000 نفر آدم میتونه ببره سر کار در سال. پس بنابراین اگر 3 میلیارد در دست بده، 300,000 کاری که قبلا وجود داشته برای تولید برای ایران رو از دست میده، باید جاشو بره جای دیگه پر. سیاست هایی که کشورهای دیگه دارن، مثلا عربستان، عراق چی داشته؟ عراق اومده گفته به سازمان مجاهدین من در اختیار تو پول میذارم، امکانات میذارم، برای که تو ستون پنجم من در ایران هستی، وگرنه از لحاظ دفاع از حقوق و احزاب که این کارو نمیکرده. که با بقیه گروه هم همین کارو میکنن. حالا من برمیگردم سر حرف اول، اگر کسی استقلال رو اصل میدونه بر استقلال عمل میکنه. اگر شما آزادی، یا من که میگم شما نوعی میگم، آزادی رو اصل میدونم، باید متناسب با آزادی حرف بزنم، زندگی کنم، حداقل بکوشم برای زندگی، خب در این راستا. اما نمیشه بگم که من مخالفم و فلان میکنم، با اون این کارو میکنم، اینجا دروغ میگم، اینجا دورنگی رو ریا میکنم، این کار رو میکنم، ولی میگم ما میخواهیم برسیم به آزادی ها. و دیگر چیزایی که برای هست، عدم شفافیته. شما نکنید خیلی کسال نه حرف میزنن، میاد میگه که ما خواهان لائیسیته هستیم و
خواهان دموکراسی هستیم. چندین واژه رو میذاره، هیچ وقت محتواهاش توضیح نمیده. منی که میخواهم به این برسم چگونه برسم، با چه محتوای فکری، برای چی؟ برای اینکه تا زمانی که در ابهام حرف میزنه کسی نمیتونه مچ بگیره. در حقیقت مچ گرفتن اصل اینه که چرا در ابهام حرف میزنه. زبان آزادی زبان شفافیته، زبان عدم سانسور است. وقتی سانسور باشه اونا ایجاب میکنه. حالا برمیگردم به صحبتی که شما کردی سرکار خانم. شما در ایران، دولت ایران امکان رسانه‌ای به یه عده میده، یه سری ضوابط هم تعیین کرده، ولی وقتی شما میرید تو اون نشریه رو میخونید یا در اون سایت رو میرید مطالعه میکنه، میبینی بخش های زیادی سانسور میشه. چرا سانسور میشه؟ چون کسانی که اون کمک رو از دولت میگیرن و استقلال مالی در تناسبش استقلال فکری هم ندارن، به گونه فکر میکنن که اون رسانه، اون مثلا اون سازمان در اختیارشون امکانات قرار داده، خودشون رو سانسور میکنن. احتیاج نیست دیگری سانسور کنه. مثلا شما بگیم که در ایران این استبداد بر ما حاکمه، آمریکا بخواد به ما حمله کنه، بگیم حالا هیچی نمیگیم، بذار برن ببینیم حمله کنن چیکار، بی خود میکنن حمله میکنن. حالا میخواد بر کشور ما بدترین استبداد هم حاکم باشه، استقلال ایران از همه چی ارزشش بالاتره که بیگانه بیاید. به چه دلیل میاد؟ میاد منافعشو ببره. شما در افغانستان که صحبت کردید در صحبت اولتون و باتون موافقم که وضعیت بسیار اسفناکی پیدا کرده، قبل از اینکه آمریکایی‌ها بیارن 700 تن تریاک، 750 تن تریاک تولید میشد، اول 3000 تن تولید میشد. ملا عمر که اون موقع اومد به قدرت رسید گفت که این حرام است، کشت و مصرفش حرام. رسید در عرض 2 سال به 700 تن، مردم دیگه نکاشتن. آمریکایی‌ها که اومدن تا 9500 تن. چه سیاستی است که بعد از این مدتی که در اونجا بودن، به جای که یکی از اصولشون ریشه کن کردن مواد مخدر هست، تولید مواد مخدر و فروشش در سطح جهان. ببینید مواد مخدر در افغانستان 100 میلیارد درآمد مثلا ارزششه، خب در بازار جهانی تبدیل می شود به 650 میلیارد درآمد. کی بر این سلطه داشته؟ انگلیسی ها در کشت و برداشتش گفتن ما مهار میکنیم، ولی در حقیقت یه مافیای عظیمی در کل جهان از این سود میبرده. به چه سودی میبرده؟ خب اینا همش یه نوع سیاستی است که میشود دید که در چارچوب استقلال و رشد یه جامعه هست یا نیست. من استقلال و آزادی رو خیلی ارزش میدونم، هم به صفت شخصی، هم به صفت فکری، هم به صفت سیاسی، که یک جامعه باید بتونه و برای اینکه بتونه این کار رو عملی کنه هر روز باید بکوشد که این کار رو انجام بده. حالا شما اعتقاد دارید مثلا چه میدونم سلطان عربستان سعودی از یا اسرائیل اون رئیس جمهورش نمیاد سوال کنه؟ معلومه که نمیاد بپرسه. سازمان‌های خاص خودشون رو دارن و روزی که میرن با اونها قرارداد ببندن، ببینید میگن باید بپذیرن که اونها یه تقاضاهای دارن. میگن هیچ کشوری زیر سلطه نمیشه مگر اینکه یه عده نوکر وطن فروش داخل خودش نداشته باشه. خب اونها هستن که میرن مقدمات ورود خارجی رو ممکن میکنن، وگرنه یه خارجی چه شکلی به خودش جرأت میده وارد کشوری بشه؟ شما در افغانستان هم همین کارو کردن، در عراق هم عیناً همین کارو کردن. اول مقدمات چه جور کردن، بعد حمله کردن. الان آقای پوتین هم داره همین کارو میکنه. اول رفته سری مقدمات تو اوکراین درست کرده که اگر حمله کردم اون آدمایی که در داخل هستن وابسته به من بیان قدرت رو بگیرن و بعدم بمانم بر قدرت به نفع منافع به اصطلاح روسیه، و امید که ما در کشور ما به این دچار نشیم. بسیار متشکرم. من راجع به چند جمله خدمت شما عرض کنم. شما گفتید استناد جنبندی کوچیک، چون من دو تا سه جمله بیشتر ندارم. چندین گزارش مفصل هست از رسانه‌هایی که درست شدن و بعد تعطیل شدن، الان تو سایت ها میشه اونا رو، من خودم چون خوندم و دنبال کردم که چگونه حتی عنوان کردن آقای فلان که مسئول این تلویزیون بود در آمریکا، هفته دفعه چهارشنبه ها میرفت وزارت امور خارجه آمریکا و اونجا بهش میگفتن هفته آینده یا ماه آینده سیاست خبری شما چیه؟ شو و اینا که مسئله نیست، مسئله اون خبر است و تحلیل خبر. تنظیم میکردم که چه تناسبی بشه. حالا اون وایس آف آمریکا و
اسمش یه بی بی سی رو من باش کار ندارم، ولی خب بعضی روزنامه تلویزیونای درست شدن علنا میگم ایران اینترنشنال با من تماس گرفته میخواسته مصاحبه کنه، من گفتم چون شما پولتون از عربستان سعودی میگیرید من مخالف عدم استقلال هستم، گفت این طور هست ولی مشکلی نیست، گفتم برای من مشکله. قبول میکنه گوینده ای که تماس گرفته و اون شخص که میگه ما پولمونو میگیریم، میگیره به چه دلیل میگیره؟ فکر نمیکنم عربستان سعودی اینقدر دموکرات شده که میگه برای بست دموکراسی در جهان ما حاضر امکانات در اختیارتون بذارم. ببینید من فکر میکنم ما خیلی پس اینجوری اختلاف نظر نداریم. منظور من این بود، ببینید بدون شک یک هر دولت خارجی یک سیاست ها و یک چارچوب های داره. مثال خیلی خوبی زدین شما اتفاقا در مورد بحث اصلاح طلبی و حالا اون اصلاح طلب ها و نفوذشون تو این رسانه ها گفتید. من کاملا کاملا با شما موافق هستم و اینکه درست میگید اینها سیاستشون این نیستش که بخوان حالا به این حکومت در شرایط فعلی عوض بشه، حالا دلالشو نمیتونیم انجام راجبش صحبت بکنیم و به همین خاطر همونطور که شما گفتید جریان مسلط مدیریت این رسانه ها اون بخش هایی هستن که به یک جناحی از قدرت تو ایران نزدیکن. من اینو قبول دارم، فقط خواستم بگم ببینید اینجوری نیست که مثلا یه بخشنامه داشته باشن و تو این بخشنامه بگن با این مصاحبه کن با این نکن، مثلا علیه مثلا بوریس جانسون صحبت نکن یا علیه مثلا این، یعنی این فازا نیست که مثلا یک قدرت مسلطی اون بالا باشه و حالا مثلا مثل یک رژیم دیکتاتوری مثلا شروع کنه برای اینا دیکته نوشتن. اما قبول دارم درسته در چارچوب اون سیاستاشون که ممکنه امروز مثلا نزدیکی فرضاً به دولت روحانی باشه یا نمیدونم نزدیکی به خاتمی باشه، بگن آقا اون فتیله آدم‌هایی رو که ممکنه بری سمتشون و اینها با کلیت جمهوری اسلامی مخالف باشن رو پایین بکشید و سعی کنید اینا رو توی حاشیه نگه دارید یا حداقل اجازه ندید هژمونی گفتمانی اینا تو رسانه‌های شما ایجاد بشه. من با این موافقم. بسیار متشکرم از شما بانو فولادی. خب چون که وقت ما رو به پایان هستش من صحبتی خودم نمی کنم در این مورد و چون رسانه های دیگه اینجا تریبونی ندارن و من از تریبونی یک انجوی حقوق بشری صحبت می کنم برای رعایت حقوق بشر، نام هیچ ارگان و رسانه دیگه ای رو نمی برم اینجا. سوال سوم ما، خدمت رو عرض کنم که ما در بیشتر اعتراضات مردمی میبینیم که شعارهایی داده میشه که در تجلیل از افکار و کارکردهای حاکمان بیش از نیم قرن پیشه. آیا این مورد به سود روند اعتراضات یا ضرر؟ این شعارها خواسته مردم ایرانه یا اینکه عوامل نفوذی جمهوری اسلامی میخوان که با سر دادن از این قبیل شعارها اعتراض مردمی رو بهش جنبه خشونت و سیاسی ببخشه؟ خدمت رو عرض کنم که چون که در اعتراضات اصفهان هم دیدیم که وقتی که کف خشکیده زاینده رود کشاورزان تجمع کرده بودن، یک سری اومدن گفتن رضا شاه روح چاد، که کشاورزان در تصویر فریاد میکشیدن که اونا از ما نیستن و ما حقمونه میخوایم، ما کاری به افکار دیگه ای نداریم و ما حرفمون چیز دیگه ای. در این مورد در خدمتتون هستیم با نظرتون بشنم. خب اول اندش که این مسئله که اعتراضات سیاسی نمیخوام باشه، خب این همچین چیزی که حقیقت نداره. واقعیتش اعتراضات سیاسی هست و بسیاری از اعتراضات اتفاقا سیاسی بوده. حتی به نظر من همین اعتراضات معلمان، جنبش معلمان که ما الان باهاش مواجه هستیم، با سالها پیش بسیار متفاوته. یعنی الان شما میبینید مطالبه، حالا من از این واژه مطالبه استفاده نمی کنم، آنچه که در درجه اول برای معلمان مهم هستش نه حتی بحث حقوق، نه حتی بحث حالا اون مسائل مادی اقتصادی و خیلی چیزایی که میتونیم ما بشیم جزء موارد صنفی هستش، بلکه اتفاقا جدا کردن محتواهای درسی ایدئولوژیک، قطع کردن دست ملاها از سیستم آموزش و پرورش و همین جور
رها کردن نهاد آموزش پرورش در دست معلمان، در دست افراد صاحب نظر و کارشناس، از قید و بند نهادهای امنیتی و نظامی هستش. و شما الان دارید میبینید سخنرانی هایی که دارن معلمان تو خیابون میکنن، بخش بزرگیش و پررنگش مربوط به این میشه که آقا جان جای آخوند و پاسدار مدرسه نیست، جای سپاهی و ملا توی حوزه است، توی پادگانه. همین دیروز توی یکی از شهرها اتفاقا من یک سخنرانی فوق‌العاده عالی رو میدیدم از طرف یکی از معلمان. پس میخوام بگم که در جوامعی مثل جمهوری اسلامی که متاسفانه اون نهاد قدرت ایدئولوژیکه و بر تمام عرصه‌های خصوصی و اجتماعی زندگی مردم چنگ انداخته، خود به خود اعتراضات سیاسی میشه. اما در مورد بحث شعار رضا شاه روحت شاد که گفتید، ببینید من فکر میکنم که این فضای نوستالژیک، حالا به واسطه رسانه‌ها، به واسطه میشه گفتش که فضایی که در سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی این خرده فضا، میدونید من اسمش رو میذارم خرده فضا. خرده فضا این اجازه رو نمیده که شما بیایید به لحاظ تاریخی وارد جزئیات بشید. بتونید امکان یک بستری نیستش که برای اینکه شما بیایید به صورت حرفه‌ای اون دیتیل و اون تاریخ و اون مسائلی رو که در نیم قرن گذشته، یک قرن گذشته در ایران سپری شده رو، این رو بیاین برای مردم بازشکافی بکنید. بنابراین مردم بیشتر علاقه دارن که از طریق همین خرد رسانه‌ها یا رسانه‌های ما اسمش رو می‌ذاریم مینستریم، یعنی جریان اصلی به نوعی میشه گفتش که اون محتویاتی که تولید میکنن و اون قیاس‌هایی که معمولاً هم قیاس ببینید برای مردم عامه جامعه مسئله قیاس خیلی مهمه. و خب قیاس رو مردم چجوری انجام میدن؟ مثلا میان یک فیلم نشون میدن از یک به حال دوره تاریخی که در اون دوره مردم به هر حال ممکنه شادتر باشن، رفاه بیشتری داشته باشن، بخشی از جامعه، و اون رو مثلا میان با شرایط فعلی مقایسه میکنن و به این ترتیب اون حس نوستالژیک تاریخی اکثریت مردم رو برانگیخته میکنن. و ممکنه حالا بخشهایی هم در حکومت باشن که بر اساس اون سودها و سوداهایی که دارن بیان و اون نوستالژی رو مدیریت کنن. من یک مثال واضح براتون میزنم که بتونم منظورم خیلی خیلی راحت‌تر و شفاف‌تر برسونم. ببینید اگر خاطرتون باشه قالیباف یه بار به عنوان سردار، یعنی به نظر من باید این سردار فساد ازش نام ببرید، که این روزا هم خیلی بحثش سر این نوار صوتی که افشا شد بر سر زبان‌ها افتاده، اگرچه خیلی وقت بر سر زبان‌ها افتاده ولی الان دوباره باز حتی بین خود افراد حکومتی هم مطرح شده. این جناب قالیباف یه بار اومد ادعا کرد من میخوام رضا شاه اسلامی باشم. ببینید این به نظر من کد خیلی مهمی هستش، یعنی آن کسی که دستی در سیاست داره و تاریخ رو خونده و میدونه چه بر سر این مملکت اومده، میتونه متوجه بشه که منظور از این بحث رضا شاه اسلامی چیه. ببینید خب به هر حال این نشون میده که اولا خود حکومت از جمله این سردارای سپاه به خوبی این نبض جامعه رو دارن و این حالتی که بین مردم به وجود اومده، این نوستالژی تاریخی که دچارش هستن و این احساس حسرتی که نسبت به گذشته دارن رو، این رو درک کردن و به همین خاطر این میخوان به شکل‌های مختلف مدیریتش بکنن. من نمیخوام بگم این شعار رضا شاه روحت شد لزوما از درون مثلا اتاق فکرهای مربوط به حکومت بیرون میاد، به دلیل اینکه واقعیت اینه که به هر حال رضا شاه به عنوان یک شخصی که مدرنیزاسیون رو وارد ایران کرد و حالا به هر حال تغییرات و اصلاحات اساسی رو در زمینه وضعیت زنان به وجود آورد، دیوان سالاری در واقع مدرن رو وارد ایران کرد و حالا به بحث اون عمرانی که انجام داد، اینها غیر قابل انکار هستش و همین ها میتونه به نظر من یک دلیل کافی باشه برای اینکه مردم بیان مقایسهش بکنن با شرایط فعلی که رسما حکومت میگه آقا ما میخوام برگردیم به 1400 سال پیش. جنبندی میفرمایید اون؟ آره من جنبندی رو سعی میکنم توی دو سه جمله بگم و اینکه سخت هستش که ما بیایم بگیم که آقا این شعارهای مثل رضا شاه روحت شاد که در جهت یک جورایی بازگشت به گذشته است و ممکنه حتی خلاف اون جمهوریتی باشه که ما برای آینده ایران میخوایم، که هیچ فردی مستبدی ولو فرد مستبد اصلاح کرد، ولو فرد مستبدی که ایده‌های مترقی داشته باشه، دیگه امکانی رو نداشته باشه که اون رابطه رعیت اربابی رو بین مردم با استقرار بکنه، با
با وجودی که یه همچین آرزوی داریم، اما مسئله این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی هم همیشه پلن‌هایی داره برای اینکه بتونه پوست اندازی بکنه در شرایط بحرانی، در شرایطی که امکان حفظ وضعیت کنونی نداشته باشه. و حالا به هر حال این تمایل به حضور یک آدم مقتدر که بتونه اختیار همه امور رو در دست داشته باشه و با اراده شخصی خودش یک تحولاتی ایجاد بکنه رو، این گفتمان به نظر من گفتمانی که به هر حال از درون یک سیستم استبدادی میتونه بیرون بیاد و چه بسا که ساخته و پرداخته باشه. اما نمیشه اون نوستالژی هم که نسبت به گذشته در مردم ایران هست نادیده گرفت. بنابراین سخته که واقعا بشه قضاوت و داوری 100% در مورد این متشکرم از نقطه نظرات شما در این مورد. جناب آقای گلزار خیلی سخته در مورد این سوال خیلی کوتاه صحبت کردن، ولی ما وقتمون خیلی زیاده. سعی میکنم که کوتاه پاسخ بدم. بسیار متشکرم. ببینید اولین بار که این شعار اومد بیرون از کجا اومده بیرون؟ در مشهد یک تظاهرات کوچیکی بود در مشهد. در اون تظاهرات که تظاهرات دولتی بود، یعنی در حقیقت آستان قدس اینطور که عنوان کردن مدیریتش میکرده، بعد این شعار رو اونا دادن، بعد اومدن تحلیل کردن چرا این شعار داده شد. یه عده اعتراض کردن در درون نظام، یه عده توضیح دادن. توضیحشون بر این بود که اون کسانی که توضیح دادند که این شعار خوب نبود داده بشه، این بود که خب از میاد از رضا شاه شخصیت میسازه. اونا که برخلافش بودن گفتن نه، این یه شخصیتیه که شخصیت نیست، از بین رفته است، چیزی نداره، این کشور میبخشه. دو سه سال گذشته امیرکبیر هم داشته، مصدق هم داشته، چه چکلی شد تو جنبش‌های دانشجویی؟ مردم شعار مصدق راحت ادامه دارد رو میگفتن. سال 88 مصدق راحت ادامه دارد بخشی از به اصطلاح شعارهای مردمی بود و استقلال آزادی جمهوری ایرانی هم میدادن شعار. بله، استقلال آزادی جمهوری ایرانی هم داد. بله. نه، من راجع به شخصیت ها حالا دارم صحبت میکنم. بعد شما نگاه میکنید میبینید که یک دفعه در اون تظاهرات این داده شد، در تظاهرات بعدی هم تکرار شد، یه بخشش رو نظام میکنه. همونطور که شما گفتید آقای تفکری به درستی، در اصفهان هم یه عده اومدن روبروی مردم شروع کردن، یه 100 نفر به شعار دادن، این ور شعار میدادن، اینا که دارن شعار مثلا رضا شاه رو حچا میدن، اینا از ما نیستن. اونا تو اون فیلمش اومد بیرون، این ور داد میزدن اینا از ما نیستن، اونا هم اون شعار رو میدن تو دل مردم. جالب اینه که این طرف 300 تا 500 هزار نفر مردم بودن، یعنی مردمی که اعتراض میکردن. اون طرفی که شعار میدن یه اقلیتی بودن. یه دفعه تو خیابون گفتم، مردم گفتن که اینا 10 نفر هم اومدن شعارهای ما رو عوض کنن، راضی نیستیم شعار ما رو عوض کنن. خب حالا اول اینکه به شخصیت رضا شاه بخوایم برسیم، خیلی ابهام درش هست. آقای خامنه ای رو فکر کنید 40 سال دیگه یه استبداد جدیدی بیاد، یه عده بگن روح خامنه ای واقعا روشن، تو دوره‌ای که بود یه اتوبان ساخت، دانشگاه‌های آزاد رو ساختن. آقای رفسنجانی هم میگن کسی که مغز متفکری که امیرکبیر زمان دانشگاه آزاد درست کرده، وقتی که مرد دعوای بچه‌هاش با دولت این بود که این دانشگاه آزاد رو مؤسسش پدر ما هست، سرمایه گذاری بسیاری از اینها رو پدر ما کرده، باید اینو بدنش به ما. آقای خامنه‌ای چیکار کرد؟ رئیس دانشگاه‌های آزاد رو در کل ایران عوض کرد، یکی از خودش گذاشت و کل دانشگاه‌ها رو به اسم خودشون عوض کردن، ثبت کردن، خوردن، رفت. حالا بیان بگن آقای رفسنجانی بزرگترین جنایت در حق وطن کرده. بله، میتونه 4 تا جاده یه چیزی هم ساخته باشه، اونجایی که باید دفاع میکرده خیلی تفاوت میکنه. آقای رضا شاه هم در دوره خودش 6000 آبادی دیگه سنده و 300 میلیون دلار پول نقد برده تو سوئیس، در اون زمان 70 سال پیش 6000 آبادی هم داشته. توافق انگلیسی‌ها با پسر و دختر او چی بوده؟ که اگر شما در راستای منافع ما عمل کنید، این پولو که تو سوئیس به شما میدیم، اون 6000 آبادی رو هم میتونه داشته باشه. 6000 آبادی رو شاه پس ندا، تا روز آخر صاحب 6000 آبادی در کشور بود. حالا اینا رو که اسناد میگه و بسیاری اسناد دیگه هست، آقای موسویان هست یه سری اسناد جمع‌آوری کرده، بسیار کار ارزنده کرد که بیش از 30000 سند جمع‌آوری کرده که
فقط اینها رو رضا شاه چیزهاییست که به اسم خودش کرده و در کل کشور خورده و برده. پس بنابراین یه جامعه میشه به انحرافش برد و میشه یه شعارهایی داد، ولی تو کجا این کار انجام شده؟ طبق گفته‌ها در اتاق فکر سپاه این شعار طراحی شده. یعنی سپاه هم که بیکار نیست که، سپاه فعلا حاکم است بر کشور. میشینن فکر میکنن چه بکنیم که تظاهرات مردم رو به خشونت بکشیم یا خودمون به خشونت تولیدش کنیم بتونیم سرکوب کنیم، شعارهای انحرافی بدیم سرکوب کنیم. جایی که خیلی خوب مدیریت شده تو جنبش اصفهان است و فعلا معلمین اجازه نمیدن شعارهای اشتباهی وارد شه، سعی میکنن چون فهمیدن رو تجربه هر جا که وارد شد سرکوبشو میکنن و این خب یک هوش بالایی رو نشون میده تو جامعه و یه تجربه خیلی خوبی رو که این جامعه کرده که اسیر استبداد. با این حال میبخشید طرف مقابل استبداد با همه امکاناتش، فردا میتونن مردم شعار آزادی خواهی بدن توی مثلا سایت فارس بیاد همه اونا رو وارونه کنه یا بخش عمدهش رو سانسور کنه، خب این کار هم میتونه بکنه. اما ما در دوره تبادل اطلاعات از طریق رسانه‌های شخصی هستیم، این یه چیزیست که از دست مردم نمیتونن بگیرن. در هر صورت اون شعار به نظر من شعار مردمی نیست. چرا؟ اگر مردم میخوان به دموکراسی برسن، با شخص به دموکراسی نمیرسن، با طرز تفکر و سیستم به دموکراسی میرسن. دموکراسی یه بستره، صاحب نداره که یه پادشاهی، یه خلیفه‌ای، یه ولی فقیهی، یه چه میدونم فرمانده کل قوایی، یه کسی بیاد بشه صاحبش. نه، آقای قالیباف نمیتونه بشه، آقای اژه‌ای نمیتونه بشه، هیچ کس نمیتونه صاحب او باشه، بلکه این از آن مردم است که مردم در استقلال و آزادی بتونن یه زندگی کرامتمندی داشته باشن. پس ما نمیتوانیم و نباید کسی رو بر خود حاکم بکنیم و این شعارهایی که داده میشه به نظر من خب بخشیشو در انقلابهای دیگه هم داده شده به همین ترتیب، اونها در طول زمان غربال میشه تا مردم به اون شعارهای محوری که مثل سرکار خانم گفتن استقلال آزادی جمهوری ایرانی اون هم هست. با اینکه من برای جمهوری هیچ گونه صفتی رو قائل نیستم، به مجرد یک گفتید جمهوری ایرانی یه عده متولیش میشن که اون ایرانی های حقیقی منم، پس ما یه دکونی میزنیم که میخوام بیام صاحب بشیم. نه، جمهوری جمهوری مردمه و استقلال و آزادی هم به کسی تعلق نداره، هر کسی از استقلال و آزادی برخورداره. خیلی ممنون، بسیار هم متشکرم از شما جناب گلزار محترم. من خیلی اندوهگینم به قولی میشه گفت که وقتمون رو به پایان هستش و به من میگن که یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه. به خاطر همین خیلی دوست دارم که سوالهای دیگه ای در مورد این سوال آخر بکنم و امیدوارم که و میخوام این قرار رو از دو مهمان عزیزمون بگیرم برای ادامه این برنامه در قسمت‌های بعدی و بشینیم کلی راجع به این مسائل صحبت بکنیم و آینده کشور عزیزمون ایران. بسیار سپاسگزارم از قبول دعوتی که کردید و به برنامه ما تشریف آوردید مهمان محترم و امیدوارم که در آینده بتونیم این روند بحث‌های مفید رو برای کشورمون ادامه بدیم. بینندگان محترم، در این لحظه برنامه ما به پایان میرسه. برای شما در طول زندگیتون نگاه ویژه پروردگار رو آرزو داریم. تا درود دیگر، بدرود. خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای بیشتر
کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.